به یکی از کارخانه ها، البته سلام و درود خدمت شما بیننده عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین و امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. عزیزای دل، باز هم مشو مصومی از چینل یوتیوب پنجره افغانستان در خدمت شما هستم. قسمی که همگی در جریان است دیگه، کم کم به زمستان نزدیک میشیم و هوا هم سرد شده. کوشش کنین متوجه ساعتتان باشین، چون در این اواخر بعض امراض هم بسیار زیاد شده که به خصوص اطفال را مبتلا میسازن. متوجه باشین عزیزای دل. دوستای عزیز، مثل همیشه آمدیم تا یک برنامه خوب و مفید تقدیمتان کنیم، یکی از برنامه‌ای که متفاوتر از برنامه دیگه ما هست. امروز آمدیم به یکی از کارخانه ها، البته یک کارخانه مبل و فرنیچر است. با ما همراه باشین که این مبل و فرنیچر که ما در خانه خود استفاده میکنیم کدام مراحل طی میکنه و ساخته میشه و یکی چی معلومات دیگه بر ما میتن، برنامه را تا آخرین
که براتون گفتم اومدیم به یکی از کارخانه های مبل فرنیچر که ببینیم که چطور مبل فرنیچر ساخته میشه و از چی مواد استفاده میکنن. فعلا هم مسئولی کارخانه با ما هستن. سلام علیکم. سلام به شما، سلام به هموطنان عزیز ما. احمد هارون امینی هستم، مسئول همین کارخانه نجاری. بسیار زیاد تشکر هارون جان عزیز. بر ما ایره بگو که چی مدت میشه که اینجا کار آغاز کردی و چی مدت میشه دمی بخش فعالیت داری؟ در بخش همین مبل فرنیچر نزدیک 12 سال میشه که کار میکنیم. یک 4 سال ایران بودیم، یک 2 سال هم ترکیه کار کردیم، یک 3 سال هم میشه که در خود وطن ما همین کار انجام میدیم. بسیار عالی، نام خدا تجربه زیاد داری. آخواش چی تعداد نفر اینجا کار میکنن برایتون؟ 7 نفر هستیم کار میکنن. 2 نفر در بخش برشکاری ما کار میکنن، 2 نفر هم در بخش خیاطی کار میکنن، 2 نفر هم در بخش بستکاری کار میکنن. بسیار خوب. این مراحل که نام گرفتین میشه که بر ما معرفی کنین؟ از ابتدایی که یک مبل ساخته میشه بر ما بگین که از کجا شروع میشه و به کجا میرسه تا اینکه آماده میشه. خب مبل ما را که ما اصل شروع میکنیم از قسمت نجاری شروع میشه. خب قسمت ماشین دستگاه ما که از برشکاری میشه. خب این قسمت برشکاری است دیگه؟ این قسمت دستگاه ما سو برشکاری میکنیم، امروزی برشکاری میشه، بعد از برشکاری بسته بندی میشه، بعد از بسته بندی هم که میره در قسمت خیاطی و زیرکار میشه و روکوبی میشه. چی مدت در بر میگیری برشکاری که انجام میدین؟ برشکاری نزدیک 2 ساعت، 2.5 ساعت برشکاری کاوچ ما در بر میگیره، 4 ساعت یا 5 ساعت هم از تخت خب و انواری چیزاره که برش میکنیم در بر میگیره برشکاریش. بسیار خوب. تختی که استفاده میکنین در بارزی به ما معلومات بکنیم؟ خب تختایی که استفاده میکنیم تختای پاکستانی است، تختای ایرانی است، تختای ترکی است. کدامش بهتر است؟ ترکیش بهتر است که ترکی قیمتش بالاتر است. باز پاکستانی و ایرانی اقتصادی است. پاکستانی اقتصادی تر است، ایرانی هم متوسط است تختایش. خب بعد از این باز کجا میرن؟ بعد از اینکه برشکاری آماده میشه کدام کار انجام میدن؟ خب کاوچ که آماده میشه کاوچ خود ما نجاریش میکنیم. بعد از اینکه برشکاری چوبش میشه تختای ام دی اف چوب کاری میشه بر طرف ناصب. برشکاریش که انجام میشه باز باز از این تو نصب کاری میشه. ما چوب بندی میکنیم میره این رقم اینی فقط یک کلاف کاوچ 3 نفر است. بله. کلاف کاوچ 3 نفره ماست. این قسمت آماده میشه، بعد تسمه کشی میشه، بعد تسمه اسفنجاش چسبانده میشه. بعد از اسفنجاش هم میره قسمت میبره میشه سمت رکوبی. خب این چوبه که دیگه استفاده میکنین کدام چوب است؟ چوبه که استفاده میکنیم از چوب خار و از چوب سفیددار و از چوب چهارمغز استفاده میکنیم. نظر به فرمایش مشتری، نظر به اقتصاد هموطنهای ما است که هرچی هموطنهای ما فرمایش بتن ما برشان توضیحات میدیم. میگم اینی چوب اینه قدر دوام میاد ضعیف است، اینی چوب هم اینه قدر، اینی شم اینه قدر. باز هر کدامش رو انتخاب کردن ما جور میکنیم برشان. کدام چوب کیفیتش خوبتر است؟ قیمتش هم دقیقا من بیشتر است. آه قیمتش بیشتر است. چوب چهارمغز و چوب خار کیفیتش بهترتر و با دوامتر است و بوی نمیته کرد نمیکنه خوده. چوب سفید که از خراب است. چوب سفید دیگه با مرور زمان خوده خراب میکنه، زیاد از او استفاده نمیکنه. ای چوب چهارمغز که گفتین امروی چوب یک چیز دیگر رو نام گرفتین؟ خب چوب چهارمغز، چوب خار. اینا داخلی است یا از بیرون؟ داخلیش چوب خار کار میکنیم، بیرونیش پایایش مثلا قسمت پایا باید یک چیز محکمتر باشه، او را چوب چهارمغز و چوب راش کار میکنیم. چوبای داخل خود کشور ما؟ آه چوب داخل خود کشور ما. چوب دمی یک سید چقدر چوب استفاده میشه؟ خب در یک سید نزدیک 1 متر چوب استفاده میشه، 1 متر 1.5 متر چوب استفاده میکنیم ما. که باز در حدود نیم خروار شاید شود یا کمتر؟ نه کمتر میشه از نیم خروار. درباره اینجا بر ما این ماشین هم که هست درباره زیاد معلومات بده؟ خب این ماشین نوار پی بی سی است. این دستگاه دستگاه نوار پی بی سی است. تخت خواب ما که تخت خواب فرمایش می داشته باشیم یا انواری فرمایش می داشته باشیم در قسمت برشکاری میشه. از قسمت برشکاری باز میاره میشه جه باز جه بعد از این نوار پی وی سی میزنن، نوار لبش میزنن بین لب تخته را که نگاه کنه لب تخته صاف است. خب این به خاطر که او نره خراب نشه چیز دیگه نشه باز ماید نوار پی وی سی. کاملا لشم میشه. آه کاملا بله دوستان میتونن ببینن در تصویر که این قسمت اینه صاف است، خود تخته است، این که نوار پی وی سی شد. و فکر کنم اجازه نمیده که تخته خراب بکنه. نه دیگه اجازه نمیده که او چپه شوه سر تخته یا یک چیز دیگه چپه شوه خراب نمیکنه تخته را. بعد از اینکه نوار شد و این تخته اگر کدام چیز تش چپه شوه لکم میگیرن یا نه؟ لکه نه، لکه از روشان پاک میشه.
میشه. تک از بشار پاک میشه. بعد از اینکه نوار پی وی سی انجام شد، کل کار خلاص شد، میبریم اینجا قسمت بسته‌بندی میکنندش. بسیار خوب. دین قسمت بسته‌بندی میشه. این همکار ما فعلا یک میز آرایش تخت خواجه هم داره. این میز آرایش است که باشنم تو بسته‌بندی میشه. این داخلش بسته‌بندی میکنه. این همکارای ممکن است داخل روکایش بسته‌بندی میکنن. اینجا می دو نفر که هستن اون قسمت هاست اون رو سایت ایولای تخت خواهد میزای بغلش هست که نمی رقم جمع چقدر وقت در بر می گیرم بسته‌بندی از اینا؟ بسته‌بندیشان کمتر میشه. یک دو ساعت در بر می گیرم. یک میزارایش هم را یک تخت خواهد بسته‌بندیش دو ساعت در بر می گیره. خب باز اگر کاوچ باشه اون بسته‌بندی میشه دیگه. باز کاوچ کاوچ که از اونجا باز میاره میشه این قسمت رو کوبی میاره میشه. خب این قسمت اول زیر کار زده میشه. این قسمت کلافه که از اون طرف میاریم اول اسفنجش میزنیم. اینی مثلا دستای کاوچ ماست. دستای از این کاوچ هست که این رقم احتمال نمیشه. خب کاوچ هست این رقم که اسفنجایش که ما اسفنجش زدیم بعد از اون پارچهش خیاط ما برشکاری میکنه اونو قسمت برشکاری میشه. این هم اون تخته ایست که از اون قسمت آمد اینجا اسفنج دهش میزنیم. اسفنج زده میشه. اسفنج زده شد بعد از اون خیاط ما اندازهایش هم میگیره برشکار ما پارچه رو برشکاری میکنه. بعد از برشکاری باز در چرخ های ما دوخته میشه و از دوختن باز ما میگیره میشه در این خود کار شکوبیش میکنه. این سفنجی که استفاده میکنیم یک نوست یا چندین نوه داره؟ این چند نوه داره؟ این سفنج ها نظر و کیلویش هست. نظر و کیلویش هست از 21 کیلو الا 40 کیلو هسته. اما خوبشش 40 کیلو و 35 کیلو است که ما فعلا 30 کیلو و 35 کیلو استفاده میکنیم. بعض وقتا از مبل فرنیچر تخته استفاده میکنن یا در سابق بودون؟ خب او خب سابق بود. تو سابق بود از استفاده میکنندش. حالا ما از استفاده میکنیم. مشتری ها باز کدامش زیادتر انتخاب میکنن؟ برو برشکاری کنستی تا چند مشتری ها کدامش بیشتر؟ مشتری ها دیگه بعضی ها پشت ارزان میگردن بعضی ها پشت قیمت میگردن. کسایی که بر ما پیسه خوب بده کسی جنس خوب بخواد ما برش تشریحات میتیم میگیم اینی اسفنج 25 کیلو سه نقدر دوام میاره ای اسفنج هم 30 کیلو سه نقدر دوام میاره یا 40 کیلو سه نقدر دوام میاره. درباره خیاطی گفتین درباره ما معلومات میگیریم. اول بر ما درباره تکه که استفاده میکنین بگویید. خب تکایی که استفاده میکنیم از دو نوع تکه ما دو نوع نه که بیشتر است چون بیشتر است وطن ما مثلا زیاد تا تکایی نداریم که کتلاکی باشه. خب اینی کتلاکایی است چینایی است پارچه چینایی لات چینایی است که بهترین کیفیت داره. از این تکا مثلا بعض وقتا می داشته باشند بعض وقتا نمی داشته باشند. خب. باز اکثریت تکه لات استفاده میکنیم. فرق تکه لات با این تکا چیست؟ خب تکه لات یک چیزی است که یک روز هست یک روز نیست. این تکا که هست باز همیشه مثلا نیست دائمی است. دائمی است. خب. یا همون تکا است. در باره تکا بر ما معلومات بتین که جنسیتشان چطور است مثلا در مقابل آب اینا؟ جنسیتشان که خوب است. جنسیتشان قابل شستشو است. شستشو شد و هیچ خراب نمیکنه خودشه. خوب است جنسیتشان. خب نال درباره خیاطی بر ما معلومات بدین که چند روز در بر میگیره خیاطی از یا چی مدت را در بر میگیره؟ خب در بر خیاطیش یک روز در بر میگیره. ما وقتی که خیاطیش پارچه‌ش که برشکاری میکنه خیاط ما باز میبره پشت ماشین میشینه و شروع میکنه و دوخت دوزش. بسیار خوب. باز هر نوع دوختش دیگه فرق میکنه. دیگه هر نوع دوختش فرق میکنه. در کل چند نوع دوخت داره امی موبل فرنیچر؟ خب زیاد از دیگه بعضی کارا که اینی رقم لمسه دست لمسه دوخت میباشه. خب او مثلا که بود یعنی کار که شما میبینید لمسه دست است. خب اینو ما امرای دست کار میکنیم. امرای دست دوخته میشه. این کلش امرای دست اینی رقم هایی تارکشی میکنیمش. بعد از تارکشی یا خود داخل های زیاد داخل میشه این رقم یا امراض شدن ما داخل میکنیم. بعد این رقم میکنیمشه باید دوباره ای صاف میشه. باید صاف کشد باید یک نفر دوباره یا خود زیر امراض منظم ترتیب میشینشان دیگه باز وقتی که خیاطی داشته باشه باز این رقم این ایش کرد خیاطی کرد ای دیگه تکنه ایش چهر مثلا برای کوچه دفتری که استفاده میکنیم برای تخت خواب باز ما میدازیم این رقم یا دوخته میشه در خیاط ما. باز چرم هم دیگه چند نوع داره؟ چرم هم خوبش و خراب داره. خوبش زود پوستک پوستک میته خرابش پوست میخوره خدا چه خوبشش باز پوست نمیشه. قیمتاش هم متفاوته؟ قیمت ها متفاوته. باز این دیزاین هایی که در استفاده میکنین نظر به خواست مشتری هست؟ دیگه تو که مشتری های خواست تو که ما بزن برشان تو که ما میزنیم اگه نخواستن تو که ما نمیزنیم برشان. اینجا برادر ماست دوستا که این تکه رو میدوزن. درباره این تکه معلومات بدین چون تکه ساده نیست. این تکه از این تکای توشک هستن. تکای توشک عربی استفاده میکنیم. بسیار خوب. این تکه هست.
این فعلا از سیاکسید گوشه عربی رو میدازه که تکیش هست. هم بر توشک از تک استفاده میشه، هم بر توشک عربی. ما این فعلا بر توشک عربی استفاده میشه. ایتکا دیگه آماده میباشه در بازار؟ آه ایتکا چینایی هست، هندی هست، پاکستانی هست یا آماده میباشه. کدام نمیش بس خوب شد؟ همیشین هایش خوبتر هست، خوب بهتر تر هست. خوب شد یادوار شدین، یعنی بر علاوه مبل فرنیچر توشک عربی هم آماده میسازیم. آه توشک عربی هم آماده میسازیم، ما توشک عربی و کوش همه چیز آماده میسازیم، یه از کوش عربی هست فیدان توشک عربی. توشک عربی چی تفاوت داره با کوش؟ خب توشک عربی مثل بعض مردم های مکست خوش نداره، میگه مثلا پخشتر باشه. کوش که از بلندتر هست استفاده میشه و با مردمایی است که خوش دارن کوش. با توشک عربی که توشک عربی مثل توشک بار استفاده میشه، فقط اونم تو توشک است. مراحل ساختش دیگه یک قسم میباشه. مراحلش ها مراحلش مثل کوچ است، فقط کوچ ما پایه میداشته باشه، پایه نه پایه نمیداشته باشه، پخشتر میباشه، پخش میباشه، اما این توشک است دیگه. فایده که توشک میباشه، توشک نرم است زیاد که میری داخل میشینی، اما توشک عربی اگر از اسپنج استفاده میکنیم سفتر میباشه. ما گنده چطور از دهی اواخر بیشتر فرمایش ها از موبل میباشه یا توشک؟ خب وابستگی به فرمایش ها داره. بعضا وقتا یه دفعه میبینیم که فرمایش هم توشک عربی ما زیاد میشه، بعضا وقتا هم کوچ زیاد میباشه، باز وقتی هم کاروسی ها میباشه، تخت خواب فرمایش زیاد میباشه. همین کوچ ما با توشک عربی ما نزدیکی دارم، از آن عید قربان بیشتر میباشه که مردم توشک عربی جور میکنه، کوچ جور میکنه و وقت بیشتر میباشه. بعد از اون فرمایش های تخت خواب زیادتر میباشه. دوستای عزیز این قسمت رو دیدیم، میریم او طرف که چند تا از مبلایشان آماده بود نه؟ اونا رو میبینیم، درباره دکور دیزاینشون صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
دوستای عزیز در این بخش برادر ما با ما هستم، از شان پرسان میکنیم که چی کار میکنن. سلام علیکم. سلام برسه برای شما و بیننده عزیز، انشاءالله که خوب و سعادتمند باشی. تشکر میکنم. میشه که یک معرفی داشته باشید؟ بصیر سعادت هستم، دیگه یکی از کارمندای نجاری لکسون، موبل فرنیچر لکسون است. دیگه مدت تو 5-6 سال میشه کار میکنم در موبل فرنیچر. فعلا نام بخش بروشکاری و بستکاری وظیفه ایم از کار میکنم. بسیار خوب، نام خدا. بصیر جان، کدام بخش زیادتر خواهد تو خوب صحیح یاد داری؟ با مشکل نیست، بر ما هر دوتاش یکی شده دیگه. فقط کار باشه و ام دی اف باشه بر ما مشکل نداره، همش راحت شده فعلا. امی کار که فعلا انجام میدادی یک ذره مشکل تر است، بخاطر که خاک زیاد است. بله خاک زیاد است و چی کنیم دیگه، کار است خاطر زحمت نکشی نمیشه دیگه، کس به ما باید امی کار است انجام بدیم. میشه روزانه چقدر یا چند ساعت کار میکنی یا چقدر چوب مثلا بروش میکنی؟ نسبت به فرمایش دیزاین است که تخت خواب باشه، انواری باشه، که تخت خواب کم مشکل جنجال زیادتر است نسبت به انواری. انواری راحت تر از بروشش، تخت خواب بسیار خرد ریزه داره دیگه. روز 3 ساعت 4 ساعت روزه میشه، تمام روز مثلا 7 صبح شروع کنیم تا 5-6 شام بروش داریم. بازی کار که میکنی مثلا گرد که از این تخته و اینا میمانه یا تنفس میکنی دیگه، خدای نخواسته مریض هم شدی؟ مریض شدیم خب قدر جدی نه. بله انشاءالله که موفق باشی. قربانت، سلامت باشی. بخیر، سلامت باشی. دوستان اینجا برادر ما هست، میریم طرفشان. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت. خیر باشین. اسم مبارکتون؟ جواد تقی‌زاده هستم. جواد جان، بر ما بگو چی میکنی فعلا؟ خوش مسیح شد. من یک ربا که میز رو روشه سیده بستم میتونم چاین علایش هم. بله. در اینا چی استفاده میشه؟ آین است فکر کنم. آین است ولی چاین هم شد. یا بسته میکنم از وقتی که دمیز افتید دوک شد بگه باینش. اینا دیگه آماده میایی از بازم؟ آماده است. بله. ای کار چطور است برخواد؟ خوب است، کار است. کار است دیگه آسان. بله. فقط همی کار انجام میتی؟ بله. دیگه کار را سهم نمیتی؟ اگران کارهای دیگه که باشم میکنم مشکل دیگه. خب چند سال میشه که در یک بخش کار میکنی؟ تقریبا یک سال وارد شده. تازه شروع کردی؟ پیش از این چی کار میکردی؟ پیش از این اگران کار آزاد. خب انشاءالله موفق باشین. بخیر، سلامت. دوستای قسمت ها میریم برادر ما در بخش خیاطی از دیگه امروز از اینام صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام. خوب استین؟ زنده باشی. بخیر باشین. اسمتان؟ اسم احمد عارف است. عارف جان، چی میکنی فعلا خودت؟ فعلا روکوبی میکنم. روکوبی میکنی. بر ما نشان بده که چه رقم انجام میتی روی بیره؟ ایره دیگه اینجا تار شکنج میکنی داخل اسفنج از اسفنج میکنی پشت سر اینجا پشت سر یه میکنی ایره مستر کش میکنی این رقم میکنی. این ماشین چی هست؟ استپلر میزنه یا؟ این استپلر میزنه. خب. این ماشین استپلر هست. باز استپلر رو محکم میگیره وقتی چوب هست؟ امی چوب استفاده میشه. استپلر در چوب بار میده. مشخص برای زمین هست دیگر. بسیار خوب. چطور از کارت آسان هست یا کار کم روی ماشین انجام میدی؟ کار ماشین آسان تر از یک ذره ضرور کار داره. چقدر وقت میشه کار میکنی؟ در یک 4 سال کار میکنم. امی ابتدای کار که شروع کردی حتما شاگرد بودی دیگر. چطور بود کار برات؟ یه ذره سخت هم هم باشه بگم شاید دو سخت هم خب موفق باشه. سلام هم باشه. بخیر.
خب برادر عزیز، بر ما بگوین که دیگه چی چیزا استفاده میشه در یک مبل و فرنیچر؟ قسمی که من اونجا دیدم لاشتک است، فکر کنم اون که بود تسمه است. لاشتک نیست، تسمه است. به خاطر چی استفاده میشه؟ تسمه های ترکی است یا به مخاطر همین کف کوچ استفاده میشه که وقتی اسپنج درش میه نرم و راحت تر میشه. خب این مایره بعضی جاها هست از این لابرای تسمه همی تیرار اکتزار کار میکنن، همی کوچ هایی که بعض قسمت ها ارزان مفروشن کوچ ها. ما مثلا این اکسید کوچ ها و مشتری ما 35,000 30,000 افغانی، اما نهایتش که ما مثلا کمتر بوده 25,000 افغانی هست. دانباخ دی افغانان یک اکسید کوچ ها در 10,000 افغانی، در 11,000 افغانی میتن. مردم هم دمو خوش می باشه که نمی ارزان است، بیا که همی را ببریم. برایشان صد که توضیحات میتی برادر یا خواهر، هر کسی که می باشه برش میگه که ما از این چیز کار میکنیم، از این چیز کار میگه، نمیگه و ما از این چیز مرا گفته. ولی وقتی که میبرم یک ویدیو را دارم ببینین که خودتان ببینین چه رقم کوچ استفاده شده. درست از تحت خواهر نفر استفاده نشد، تحت خواهرش مکمل زیر رفته بود. بچی که چیز بازاری کار کرده بود برش رفته بود، از تحت خواهی 11,000 12,000 تحت خواه خریده بود. ما یک تخت خواب 30,000، 35,000، 25,000، 20,000 افغانی میتیم. از 20,000 افغانی ما هیچ پایین نداریم تخت خواب. او مثلا یک چی تخت خواب 11,000، 12,000 افغانی میتیم. وقتی که ما حسابش میکنیم برای ما فهمیدی یادر بالا 18,000 برای خود ما تمام میشه. نمیفهم ما چه قسم 11,000، 12,000 افغانی میتیم برای مردم استفاده میکنه. بله، باید هم وطنهای ما متوجه کیفیت بیشتر باشن. این قسمت دمی تختا تکرد امروز استپلر فکر کنم زدن. این به خاطر چی است و کدام بخشش از دبوری زی معلومات؟ زیر کارش هست. دیگه زیر کار کاوچ هست یا دستای کاوچ ماست. یا دستای کاوچ ماست که ما از یه استر میزنیم، بعد از استر یه اسپنج چسبانده میشه. بعد از اسپنج هم که میبریمش قسمت رکوبی پارچه ریشه میکوبد رکوبی. این استر باید حتمی است دیگه؟ آه استر اگه نباشه باز اسپنج خود خراب میکنه. اسپنج چقر میره. خواهی خود چوب بندی شده. ما تو چوب بندی شده اگه باز نمیتونیم ما که کلان چوب بندی کنیم هم مصرف بالا میره و هم کاوچ گرانتر میشه، سنگینتر میشه، کسی از جاش شوردادش نمیتونه. از او خاطر بچه بندیش کمتر میشه، استر میشه با روی استر چون از روی فرش باید کنه بعد از پنج از پانده میشه. استرش فرق نمیکنه از ارتکی که باشه؟ نه دیگه استرش فرق نمیکنه، ارتکی که باشه استفاده میکنه. مثلا دوستان میریم این قسمت که لوازم است که آماده است دیگه، میز آرایش است فکر کنم. آه ای یک میز آرایش است از یک تخت خواهی فرمایشه، یکی از هموطنهای ما است که آرایشش هست یا میزای بغلش تخت خوابش هست، تاجش تخت خوابش یا شام زیر کار است، حالا آماده نشده. دوباره ازی بر ما معلومات بدین این قسمت از اینکه کار شده خودش چیز کنید؟ آه این خود تخت پاکستانی است. رنگش یا خودش همه چیز ثابت است، رنگش این تخته که هست همون تو خود کمپانی روی داره. بسیار خوب، بسیار. این قسمت هم از بازی رنگ میکنین سفید کس؟ نه این هم همون تو خود تخته است. قسمت های رنگ فقط ما اینجا رو رنگ میکنیم. این قسمت هایی که دیزاین میخوره، این قسمت هایی به شکل دیزاین خورده، این قسمت های تاج تاجش است. این قسمت ها کلش رنگ میشه، باشه یا تخته خام میباشه یا باید تخته خام ما اید استفاده میکنیم رنگش میکنیم. این قسمت ها امروی دست کار شده دیگر؟ نه یا امروی ماشین کار میشه یا امروی ماشین سینسی کار میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. اینا چی هست؟ دوباره ایز نبرم؟ اینا کتلاک تخته خواب هست. اینا که این کتلاک تخته خواب پاکستانی از رنگ های تخته هست. ما هر نوع تخته که رنگی که بخواهیم شما ما مثلا دایی داریم، اونا اون رنگ های تخت هایی که بخواین مشتری ما نشان میتیم، هر تخته که خوش کنن ما می تخت ها را برایشون کار میکنیم. حالا ما مثلا اون را از اینی تخت کار کردیم، میرم که تخت کریمی کار کردیم از تخت پاکستانی. پاکستانی سوی یک ذره اقتصادی تر است. یعنی هم که از تخت کتلاک پاکچوب ایرانی است. از تخت های ایرانی است. فقط فرقش با این فقط یا گلاس است، جلایش بیشتر است. جلایشش بیشتر است. کیفیت مغز شکی است. فقط این جلایش رویت بیشتر داره. یک سنگاه کنید شما جلایش رویتش کمتر است، زیادتر است. یه ایرانی شد. اومدیم سر این کتلاک. اینی کتلاک هم از تخت ترکیه است. فکر کنم قیمتایی شد. قیمتترین و بالاترین تخته اینمی است دیگه. که تخت ترکیه است. این رنگای مختلف داره. رنگای طرح چوب داره، رنگای مثلا پست ماری داره. همین هر رنگی که بخواید در اینجا میبینین که ما داریمش اینجا. نظر به خواست مشتری دیگه باز دیگه هر چیزی که مشتری بخواد ما باز براش همون رنگ آماده میکنیم. در یک ماه در حدود چقدر فرمایش می داشته باشه؟ در یک ماه زیادتر ما جور کردن نمیتونیم. همون زیاد که ما کشت خود کنیم دست تخت خواب با انواریش میتونیم جور کنیم سفارشی باشه. اگه کارای فرمایشی باشه همون خوش میشه.
اینجا تخت خواب هم است. درباره ازی بر ما معلومات بدین که اندازهش چقدر است، چقدر کار شده، در چند روز آماده شده؟ این در ظرف 4 روز آماده شده. یک روز همین قسمت های رنگکاریش و سینسی های جربر میگیره، یک روز هم برش کردن جربر میگیره، یک روز دیگه هم بسته کردن جربر میگیره. اونو میز آرایشش هست یا میزای بغلش هست، دوتا چراغ خواب داره، به نمی بحث. خود تخت خوابش هم جگدار است. خب مدل از این تخت خواب کدام مدل گفته میشه؟ این مدل های ترکی است دیگه، این مدل های ترکی گفته میشه. این تخت خواب ما مدل های ترکی است ولی ما همیجا میسازیم. این قسمت شما فکر کنم اسفنج است دیگه. تکای جیر بخمل استفاده شده، با اسفنج استفاده کردیم. وسط هاش هم که از فلم استفاده شده. اینا آماده می باشه ای وسط هاش نیست؟ نه، وا وا تحت زنده می باشه. ما برای خودمون برشکاری میکنیم، گلکاری میکنیم، بعد می زنیم استفاده میکنیم. و این دیزاین هایی که استفاده شده بسیار مقبول است، چراغ خواب است دیگه. آه یا چراغ خواب است، یا چراغ خواب است ما استفاده میکنیم دیگه. حالا هموطنهای ما میار زیاد خوش دارن، یا من سه رنگ متفاوت میشه. اینا را آماده از بازار تهیه میکنیم؟ اینا را آماده از بازار میگیریم، آماده تهیه باشه. خب. و درباره زمین سیت مکمل برای ما بگیم قیمت از چند تمام بشه؟ قیمت از ما که این تخت خواب ما را جور میکنیم 25,000 افغانی است قیمتش. قیمت واجبیش برای هموطنای ما 25,000 افغانی میتونیم. اگر دکاندار هم باشه بیای بخره؟ دکاندار باشه، دکاندار باز فرق میکنه. دکاندار مثلا میگه برای ما کمی بیکیفیت ترش کن، یعنی مواد پایین تر کار کن. ما این همی چیزایی که دایی کار کردیم، ما این یا این قسمت ها کلن میبینید، شما ببینید یا کلش آینه است. بله؟ یا از آینه طلایی ما کار کردیم. پای قسمت ها آینه طلایی کار شده، این قسمت ها آینه طلایی کار شده. در بازار این قسمت ها را آینه کار نمیکنن، فلم کار میکنن. فلم باز با اون رو زمان خود خراب میکنه، درش یک چیز بکشی پاک کنی رنگش میره دیگه. واس این رقم من مثل ما کلانتر کارش نمیکنه. ما چبرسایش کلان کارپریشنی کار میکنیم، چینلایش چینلای بهتر استفاده میکنیم، دزگیرهایش هم همونطور بهتر استفاده میکنیم. یک چیز خوبتر ها تختش هم چوبش هم دیگه با کیفیت، تختش هم با کیفیت تر است. خود تخت خواب هم جگ داره. قسمت پایینش هم شما میتونیم که ببینیم، قسمت پایینش میشه که مثل یک باکس ازش استفاده شد. بله جای داره، جای داره. این قسمت ها اینی که استفاده میشه در تخت خواب، در الماری هم فکر کنم از این استفاده میشه؟ نه از این در الماری استفاده نمیشه. در روکش؟ او دیگه چیز هست، این فقط جک تخت خواب هستی، برای اون قسمت پایین تخت خواب استفاده میشه. بسیار خوب. و گفتین که برای کسایی که دکاندار هستن قیمتش فرق میکنه؟ قیمتش فرق میکنه با سوا با اون فرمایش خودم میگن که برای ما این قسمت چرزی کار که ازی کار که یا میخوای 25,000 میبرن یا بالاتر یا پایینتر همراشان جرمه این هست. یعنی اگر هموطنهای ما بیاین مستقیم از شما خریداری کنن ارزان تر میشه؟ برشان رو ارزان تر میتیم، یک چیز خوب تر برشان میتیم. خب برمایی رو بگوین که در کل یک سید کاوچ مبل فرنیچر، البته این خوب گفتین مبل فرنیچر، در چند روز آماده میشه؟ یک سید تخت خواب که ما داشته باشه ممروع همواریش که یک سید کامل باشه، همواری لباس باشه، میزارایش، میزای بغل تخت خواب باشه، حدود 5 روز در بر میگیره ساختنش. اگه ساده تر باشه، دیزاین های ترکی ساده باشه، در مدت درست 3 روز هم میتونیم تمامش کنیم. و اگر کاوچ چوکی باشه؟ کاوچ هم مختلف است. کاوچ های جنجالی تر باشه، دیزاین دار باشه، دختزوزش بیشتر باشه، او هم یک هفته در روز در بر میگیره. و توشک عربی؟ توشک عربی هم 3 روز 4 روز در بر میگیره. فکر کنم ساده تر از توشک عربی. توشک عربی ساده تر است. توشک عربی زیاد زمان نمیره. قیمت در قیمت ها اینا زیاد قیمت است؟ سیت تخت خود یا کاوچ یا هم که توشک عربی کدامش زیاد قیمت است؟ قیمت که تخت خواب سیتش قیمت تر است. باز کاوچ هم نظر و اندازهش است. یکی از مهمان خانش 10 متر کاوچ میبره، یکی از 20 متر میبره، از یکی 50 متر میبره. باز کاوچ نظر و مترالش هست، از این مترالش ما حساب میکنیم. ما مثلا تو شکربی از مزد 4,000 افغانی کار میکنیم الا 5,000 افغانی، در بازار از 3,000 افغانی تا 4,000 هم کار میکنیم. ولی جنسیتش فرق میکنه، کیفیتش هم فرق میکنه. تو وقت هم شده که مشتری گفته باشه که برای ما در اینی مدت آماده بسازین ولی از پیش شما کم دیرتر شده باشه؟ آه معمولا میشه، زیادتر میشه برای ما که دروغگوی میشیم پیش مشتری برشان میگیم که تو اگه اتفاق افتاد برق نمیشه، برق نمیشه، ماشین خراب میشه، بالاخره یک جنجال پیش میشه برای ما، وعده خلاف میشیم، بعض مشتری ها جگرخون میشن، بعض مشتری ها که صبر السلامه داشته باشن میگه مشکل نیست، خیر است امروز نه فردا بیارش، اما بعض مشتری ها میگه نه همین حالا باید بیاری، رقم میشه. بله
این موضوعات می باشد در کاروبار. آه این موضوعات زیادتر می باشد در کاروبار. دوستای ما که دیدن یکی از کارهای بسیار زیاد مشکل است، بخصوصا گرد خاکش بسیار مشکل است که هموطنهای ما استفاده می کنن. اینقدر که شما براحتی استفاده می کنید اینقدر براحتی ساخته نمیشه. براحتی ساخته نمیشه. بعض هموطنهای ما میان میگه که مثلا این تخت خواب چرا سر ما مثلا 20,000 تا 25,000 افغانی قیمت میکنید؟ برای شرشی که تشریحات بیتی بگی ما مثلا کار میکنیم، زحمت میکشیم. بیا با خودت یک دفعه پشتم میز ذره استاد شو کمی خاکش رو ببینی، یک ماه یک هفته کار کنی خاکش کلان ششای آدم از بین میبره، گرده آدم از بین میبره. ما عرض گلوم درد هستیم، یک هفته با تو هفته باید باید پیش دکتر بریم دوا بگیریم، پیچکاری چه خوشکن بگیریم تا ما خوب شیم. خب هموطنان ما باید درک کنن قسمی که در تصویر دیدن بیشتر کاملا خاک بود دیگه. من قسمت استاد بودم متوجه شدم. اون قسمت فکر کنم که کفشای یک نفر است. آه او کفشای یک نفر. دوباره از اون فرم معلومات بدین که هموم نمونه است به شما که اینا چقدر وقت میگیرن ساخته میشن، از کدام مواد استفاده میشه و این دیگه فکر کنم بازویش است. ای کلاف بیرونیش است. بله. در بازار اگه شما متوجه این تخته نمیزنم. خب ما این گلایی از این خم کردن تخته خیلی مدت زمان میبره. ما بله. ایره کلان این تخته تر میکنیم، این تخته در پشت کاوش میچرخونیم، دوباره در هفته میمونیم که خوش شود که به شکل گل برایه. او قسمت بیرونیش است و اون قزینی هم قسمت داخلیش است. خوشی ها میره در خلیفی سرکار میشه، روکوبی میشه، بعدا آماده میشه. اسپنجم کار میشه. و یک قسمت پایینش هم مثل ازو ساخته میشه. آه قسمت پایینش هم کف داره از خودش. خب آرون جان درباره قسمت به ما معلومات بدین که این چی است که در استفاده میکنین، همراه چی میچسبانین؟ خب این را خب بیشتر هم همه دوستای ما در تصویر دیدن که این خودم بغلای میز تخت خواب هست، این میز آرایشش هست. این قسمت ها چفتی هایش هست، رنگ آمیزیش و همه دیزاین هاش دیگه آیسا آیسا تکمیلش میکنه. خب اینا دیگه دیزاین هایست که اینا دیزاین هایش هست یا داخلش هست یا میخرین یا که خودتان آماده؟ نه ایره خودم آماده میکنیم، ایره خودم با ماشین آماده میکنیم، بعدا میبرمش در رنگکاری رنگ میشه. یا هم تخت هست؟ آه یا چوب است یا چوب است. بعد از اینکه یا چسبانده شد باز دوباره اینجا شیشه چسبانده میشه. اینجا شیشه چسبانده میشه، بعد چراغ خوابش میه اینجا، میدان شیشه میه، پشتش نور مخفی میه، کمی دیزاین از دیگه آیسا آیسا تکمیل میشه. این همراه چی میچسبونن؟ همراه شرش 123 چسبونده میشه. فقط در این قسمت شرش استفاده میشه؟ در بخشای دیگه شما؟ در بخشای دیگه شما استفاده میشه. ما این روی روی که میچسبانیم یعنی قسمتش که از جای جواهرات است دیگه، مردم مال از درگ رواد شده از این استفاده میشه. شما میتونید اونو ببینید داخلش بخمل سرخ کار شده برای جای گوشواره و بعضی چیزای آرایشی را که میمونن خانم‌ها دیگه الی را خوش میکنن. ما مثلا یک استاله کار میکنیم برای چون در اینجا شرش استفاده میشه. آه در اینجا در خود کار می موبل فرنیچر چوب که می چسبونن از شرش استفاده میشه. آه شرش استفاده میشه. در کدام قسمت؟ قسمت های می شیشه هایش از قسمت های چیزای دیکوریش که است در یا باید نباید میخ بخوره پیج بخوره از خاطر یا ظریف از نازک است ما از شرش یاد استفاده میکنیم. ما میخ بزنیم پیج بزنیم خرابش میکنه. با شرشی که استفاده میکنین دوامدار است؟ آه شرشی که استفاده میکنیم دیگه بکنیش غیر خود تخته مایده شوه و شرش کنده نمیشه.
به عنوان آخرین سوال بر ما ایره بگو که مال با کیفیت را تا مال بی کیفیت چگونه وطنهای ما تفکیک کنن؟ خب یک مثل داریم ما شما اصابق، ارزان به علت نیست، قیمت به حکمت نیست. خب در این کس به ما که از خیلی مردم ارزان تر کار میکنه، بعضی ها قیمت تر کار میکنه، باید خود مشتری ها بفهمن. وقتی که رفتن شکر خدا کل ما قدر میتونیم یک چیز باید چیز پلاستیکی یا تا چیز آینی هم فرق کنیم، چیز چوب دول و نازک هم فرق کنیم، خودشان بفهمن، خودشان که دیدن متوجه شدن زحمت یک نفره، کار یک نفره. ما فقط نمیخوایم که خواهشی که دارم از هموطنهای ما در ترکیه هم کار کردیم، ایران هم کار کردیم، نمیامدن به اسم امرای ما امرای تخته صحبت کنن، بگن اینی کار اینقدر تخته میبره، این تخته رو در اینجا اینقدر میتن. بیان از روی ظرافت کار، از روی پاکی کار، از روی زحمت یک نفره در پیش چشمشان ببینن، این رو باید به نظر داشته باشن. نه باید بگن که ایدان تخته در قای مرکز 1500 افغانی یا 2000 افغانی هست، این تخته خواه اینقدر تخته میخوره. بیان ببینن که ما چیزم و شما تخت خواب ویدیوش شما گرفتین، دیدین که ما داره چقدر زحمت کشیدیم، از آینه استفاده شده، از سینسی استفاده شده، از رنگ استفاده شده، هر چیز ظرافتی که از ما به او خرج دادیم که یک چیز معقول‌تر، یک چیز تمیزتر بیاید. ولی با اکثریت متاسفانه بعضی از وطنهای ما میان، وطنهای ما یا قیمت میگن که برای خود ما تمام نشده. میان مثلا ما تخت خوابی که برای خود ما بالای 20000 افغانی تمام شده، میان میگم برای 15000 افغانی نمیتی. برادر قرن خدا انصافت به تا انصاف داشته باش، تم زحمت تخت خواب ما را ببین، بعد دوباره قیمت صحبت کن. همین خواهش دارم که بیادر از روی زحمت کار ما با ما قیمت بتن، نه از روی تخت قیمت بگوین برای ما. بله دقیقا هموطنان عزیز متوجه باشین، متوجه از موضوعات که برادرای ما چقدر به ظرافت و چقدر با کوشش زیاد کار میکنن در چنین شرایط. خب تشکر میکنم از شما، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین و برنامه رو با ما بودین، و در اخیر اگر کدام پیام داشته باشین به هم مسلکایتان. سلامت باشین، زنده باشین، تشکر شما که قدم رنج آوردین، آمدین از کارخانه غریبانه ما یک ویدیو گرفتین، تصویر گرفتین، زحمت کار ما رو دیدین که تا هموطنهای ما ببینن که ما خاک میخوریم، زحمت میکشیم، کار میکنیم، که دیگه انشاءالله بیان از روی تخته صحبت نکنن، از روی زحمت کار ما با ما صحبت کنن. دیگه کدام گفتنی خاص ندارم، شما موفق باشین، هموطنهای ما موفق باشن. تنها گفتنی که به هم کسبای ما داریم، به هم شغلای ما داریم، امی است که نکنن، ارزان فروشی هم نکنن، زحمت خود، زحمت کار خود، زحمتی که شاگردی کشیدین، زحمتی که کشیدین به یک چیز ناچیز نفروشندش، ارزان فروشی نکنن. همون قیمتی که فامیلی باید قیمت، نه تنها قیمت فامیلی پیسه تخته را بگیرن، قیمت کار خود را بگیرن، قیمت هنر خود را بگیرن که دمی یک کار هنر به خرج میتن، زحمت میکشن، این را بگیرن. دیگه نمی کارخانه که ما چهارای پروانه دو هستیم به نام لکسون فرنیچر است، صفحه فیسبوک ما، صفحه اینستاگرام ما به نام لکسون فرنیچر است، هموطنان ما در خدمتشان هستیم، کدام وقتی کدام فرمایش استفادهش داشته باشند. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین، تشکر از شما، زنده باشین. همچنان وطندارای عزیزم، تشکر از شما که همیشه ما را همراهی کردین، همیشه برنامه های ما را دیدین و منتظر انتقادات و پیشنهادات شما همیشه هستیم. لایک، فالو، سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. عزیزای دل، این برنامه امروز بود که تقدیمتان کردم. انشالله تا برنامه های بعد، خداوند نگهدارتان.